خب مقاله 85 قسمت سوم. Thus have I, fellow citizens, executed the task I had assigned to myself. With what success your conduct must determine. I trust at least you will admit that I have not failed in the assurance I gave you respecting the spirit with which my endeavors should be conducted. I have addressed myself purely to your judgments and have studiously avoided those asperities which are too apt to disgrace political disputants of all parties, and which have been not a little provoked by the language and conduct of the opponents of the Constitution. The charge of a conspiracy against the liberties of the people, which has been indiscriminately brought against the advocates of the plan, has something in it too wanton and too malignant not to excite the indignation of every man who feels in his own bosom a refutation of this of the calumny. The perpetual changes which have been rung upon the wealthy, the well-born, and the great have been such as to inspire the disgust of all sensible men. And the unwarrantable concealments and misrepresentations which have been in various ways practiced to keep the truth from the public eye have been of a nature to demand the reprobation of all honest men. It is not impossible that these circumstances may have occasionally betrayed me into intemperances of expression which I did not intend. It is certain that I have frequently felt a struggle between sensibility and moderation. And if the former has in some instances prevailed, it must be my excuse that it has been neither often nor much. اینجا داره شهادت میده به مردم که ببینید من شما رو شاهد میگیرم. من سعی کردم اون هدفی رو که در فدرالیست اول بهتون گفتم اینجا توی این مقاله ها نشونتون بدم و همونطوری که دیدید کسایی هستند که به ما دریوری میگن، اتهام به همون میزنن، تهمت میزنن که ما اومدیم نقشه کشیدیم که آزادی شما رو ازتون بگیریم و یواش یواش این دولت های ایالتی رو بیجون بکنیم و دولت فدرال اجازه بدیم اینو ببله. وقتی نگاه میکنید، خوب نگاه میکنید به کاری که ما کردیم و همتی که ما کردیم و هدفی که ما داریم، میبینید که این حرفها، این ایرادها، این تهمتها پوچه. ولی اگر گاهگوداری به خاطر اینی که به همه تهمت زدن که اینها فقط آدمای پولدار رو در نظر دارن، فقط میخوان یه سیستمی بنویسن که پولدارا ازش استفاده بکنن و قدرتمندا استفاده بکنن، امیدوارم شما گول اینا رو نخورید. و منم اگه بعضی وقتا جوابهای تندی دادم، اون رو بایستین ببخشید به دلیل اینکه منم یه نفرم. خب ببینید، همیلتون برمیگرده دو مرتبه نمیگه اینجا، ولی حرف میزنه، میگه توی اون مقاله یک من بهتون گفتم که به مردم آمریکا این مسئولیت خیلی بزرگ رو شونه‌شون گذاشته شده که نشون بدن که ما میتونیم با reflection and choice بشینیم، تدبیر بکنیم، فکر بکنیم، فکرامون رو هم بریزیم و یک انتخاب درستی بکنیم برای آیندهمون که آیندهمون رو بهتر بکنیم، نه اینکه همه چیز رو بذاریم به دست accident and force، نه اینکه انقدر تنبلی بکنیم، انقدر بیفکری بکنیم که کارمون به جایی برسه که همش خون و خون ریزی و یک برنامه یه اتفاق بعد یه اتفاق دیگه میفته و ما هم هیچ کاری نتونیم راجبش بکنیم. اصلا شبیه انسان نباشیم که حق انتخاب داشته باشیم. حالا
ما ببینید ما دو مرتبه من اینو گذاشتم به دلیل اینکه خواستم یادآوری بکنم که ایالت نهمی که این قانون اساسی رو تصویب کرد این ایالت نیوهمپشیر. خب چند بار توی این مقاله ها بهتون گفتم خبر تصویب این ایالت تا برسه به بغلش یعنی ایالت نیویورک خب 3 روز طول کشید. 3 روز. ما الان وضع زندگیمون عوض شده، در عرض 3 روز ما میتونیم یک نفری خدای نکرده به یه بیماری ویروسی چیزی داشته باشه، میتونه تمام دنیا مسافرت بکنه و این بیماری رو با خودش ببره و به دیگران بده. ما الان دنیامون عوض شده. من الان این ویدیو رو میذارم، چند ثانیه بعدش، 2 ثانیه بعدش، 3 ثانیه بعدش هر کسی دور دنیا یه تلفن کوچولویی داشته باشه میتونه اینو ببینه. ما اصلا کامپلت عوض شده. من همون جوری که در اولین ویدیو اولین ترجمه گفتم، این یکی از بزرگترین اتفاقهاییه که توی زندگی بشری افتاده. ما برای چندین و چند هزار سال اگر میخواستیم یه عقیده رو یه چیزی رو داشتیم با دیگران شریک بشیم، تازه بعد از اینکه زبان تونستیم با زبون حرف بزنیم، فقط اینو با این سرعتی که میتونستیم سواره اسبی بشیم از یه جایی بریم یه جای دیگه، تازه اسبم که 3-4 سال 3-4 هزار ساله چند ساله مهار کردیم. خب اصلا تازه باید ببینیم طرف زبونمونو میفهمید میشناخت یا نه. تا همین چند سال پیش تو همین آمریکا، میگم 200 سال پیش، 3 روز یه خبر طول میکشید از نیوهمپشیر بیاد به نیویورک. یه کتابو سریع ترین مدلی که میتونستی از یه جای به یه جای دیگه برسونی یا با این اون کشتی های بادی یا سوار اسب روی زمین. الان ببینید ما طوری میتونیم اطلاعات رو پخش بکنیم، طوری میتونیم زبان از همدیگه یاد بگیریم. زمانی مشهوره که همین آقای جفرسون و مدیسون و اینا زبان فرانسوی یاد گرفته بودن، خب ولی نمیتونستن حرف بزنن، کسی حرف زدنشون متوجه نمیشون. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه کتابیه یه طوری یاد گرفته بودن. تازه اینایی که متفکرترین و بنیانگذارترین آدم ها بودن، ولی صوتی نمیتونستن از کسی یاد بگیرن، مگه اینکه یه معلم فرانسوی بشینه جلوشون بچگی بهشون یاد بده. ما الان فرق کرده، الان هر کسی بخواد همت بکنه میتونه زبانی رو یاد بگیره، با دیگران فرهنگ دیگران رو یاد بگیره، فرهنگ‌های زیبای مختلف دنیا رو یاد بگیره. ما الان داریم من صحبت میکنم که ما یه زبان مشترک رو قبول بکنیم، نمیگم زبان مادریمون رو یاد آدم بره، چون من میدونم من این پیشنهادم به گوش مردم بخوره، همین چاپلوستا و قدرت دوستا اولین قشقرایی که را میندازن میگن این میگه زبان مادریمون رو یادمون بره و آیین و رسوممون رو یادمون بره. نه، من برای اینه دارم نشستم اینجا، برای مثال با فارسی دارم این پروژه رو پیش میبرم، قصدن که باقی مردم دنیا هم وقتی اینو میشنوم بدونن که تشویق دارم میکنم که ترجمه بکنم به زبان مادریشون. ولی ما برای این که خودمون رو یواش یواش از این قبیله نژادی نجات بدیم،
یه زبان مشترک برای دنیا احتیاج داریم. الان تو قرن 21 این زبان مشترک همین زبان آمریکایی انگلیسیه، انگلیسی. خب حالا اگه قرن دیگه که شما تصمیم گرفتید، نوه ها و نتیجه هامون تصمیم گرفتن که یه زبان دیگه بشه زبان مشترک، در عرض یه نسل آدم میتونه اینو بکنه. خوشبختانه ما با یه الکترونیک چیپ نیومدیم. هر بچه‌ای که به دنیا میاد قابلیت داره یه زبان جدید رو یاد بگیره، دو تا زبان جدید رو یاد بگیره. ما نبایستی اگه خودمون سنمون بالاست، این رهبرهای کنونیمون اگه سنشون بالاست و این تدبیر رو ندارن و این چیز رو نمیبینن، ما نباید گول اینا رو بخوریم. هر حال ما بایستیم یه زبان مشترکی انتخاب بکنیم و بتونیم در غم و شادی هم دیگه شریک باشیم، نبوغ و تجربه‌مون رو با هم دیگه شریک بشیم. الان مثلا خدای نکرده بگیم یه آتش سوزی یه جای را بیفته، شما اگه یه زبان مشترک داشته باشید از تمام دنیا داوطلب میشه که بره اونجا 4 روز 5 روز 10 روز کار بکنه، این آتش رو زود مهار بکنن. بیشتر این مردم هم نمیخوان برن جای دیگه این خدمت رو بکنن که نمیدونن بهشون گرین کارت بدن یا رزیدنسی بدن. این چرت و پرته. آدم وقتی حس انسانیتش غلبه کرد به این حس قبیله کشوری و اینا، نژادی و دینی، میتونه از این خودگذشتگی ها بکنه. مردم میکنن، مردم این بزرگی رو دارن.